بچه‌ها چطورین؟ خوبین؟ اومدین به یه برنامه دیگه؟ خوش اومدین به یه برنامه اومدین که خب اگه میبینیم پشت اینجوری تار شده، منم اینجا بولتر شدم، به خاطر این نیستش که دوربین خریده باشم، نه. آیفون 13 رو تازه دارم استفاده میکنم، از قابلیت سینماتیکش استفاده کردم و فکر کنم چیز باحالیه. حالا ببینیم که چی میشه. امروز از اونجایی که میدونین اسکوید گیم رو من تازه دیدم و خیلی روم تاثیر روش رو مغزم، همش دارم بهش فکر میکنم. یعنی میتونم بگم یه سر حول محور ذهن من داره این بازی و آدم ها و همه تئوریاش رو خیلی سر جابش خوندم، خیلی چیزا خودم فهمیده بودم که امروز راجبش صحبت میکنیم. و یه کاری هم میخوام بکنم امروز که همون رفت به اسکوید گیم داره. قبلش حتما حتما کنید سابسکرایب کنید، زمینه بغلش رو بذارید، اینستاگرام میرید اینجا، این فانا داری فالو کنید. واسه تون عجیب نیست که من کجام؟ صدام کم گرفته، ببخشید. من تو آشپزخونم و خب چرا به نظرتون تو آشپزخونم؟ به خاطر اینکه میخوام اون شیرینی اسکوپیمی درست کنم. بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم چی کار میکنم دیگه. لازمش تا جایی که شنیدم شکره و جوش شیرین، که خب اینو میذاریم اینجا، امیدوارم که گند نزنم. البته من اصلا نمیدونم چقدر باید چی بریزم، میخوام امتحان کنم ببینم چه رنگی بزنم. خب بعد وایسی میشه که رو انقدر هم بزنی تا آب شه. چیزایی که دیدم دیگران درست کردن، شاید هم شکر بیشتری نیاز بود. نظر شما چیه؟ نظرتون شکر بیشتر نیاز داره یا هم انقدر کافیه؟ نباید توش آبی چیزی بریزم؟ نه خیر. خب تا این درست شد ما هم جوری کمی صحبت هامون هم داشته باشیم با هم دیگه. بس قضیه و این توریایی که دارم راجبش میشنوم جالب و مشکوکه. میدونی چند تا چیز تو ذهنم میاد؟ اینکه اصلا دیدی یه فیلمی ساخته شده بود بعد مثلا 10 سال بعدش راجب خفاش و یه چیزا بود که یه مریضی اومده و اینا، 10 سال بعدش کرونا به وجود اومد، یعنی این داستان اومد، کرونا اومده بود قبلان هم که فیلمش و یه چیزی راجبش ساخته بودن. الان داره به ذهنم این چیزا خطور میکنن که نکنه این فیلمو ساختن چند سال بعد قراره کل زندگیمون مثل این بشه که مجبوریم توی یه بازی شرکت کنیم، از هر 500 نفر 456 نفر یه نفر قراره مثلا زنده بمونه و برنده شه و زندگی کنه و این داستانا. خیلی این چیزا اومده تو ذهنم بچه ها. به نظرتون زیاد دارم فکر میکنم یا به نظرتون درست دارم فکر میکنم؟ نمیدونم دیگه، در کل ذهنم خیلی درگیر شده. بعد چند تا تئوری هم شنیدم راجبش که علیرضا حالا یه سری عکس ها رو خودت بذار اضافه کن، من اینا رو که دارم توضیح میدم کنار توضیحاتم بهش اضافه کن. بله، یه سری تئوری شنیده بودم که مثلا پیرمرده که 001 شماره 1 بود بابای 456ه. بعد مثلا خیلی جالبه، مثلا فکر کن تو که پسره آخری شماره است، پدر اولی شماره، یعنی این چیزا شدنیه، یعنی این تئوریا به نظر من درسته. یا اینکه مثلا پسره که رفته بود شیر و کیک میدادن، رفته بود ورداره گفتش که من به شیر حساسیت دارم، من شیر کاکائو میخوام، که گفتن شیر کاکائو ندارم. بعد اون پیرمرد اومد گفتش تو مثلا تو بچگی اذیتت نمیکردم به خاطر این قضیه؟ که بعد پسره گفتش آره تو از کجا میدونی؟ گفت چون پسر منم اینطوری بود، به شیر حساسیت داشت، رفته بودن واسه تیله بازی کنن، این داره آب میشه. بعد رفته بودن که واسه تیله بازی تیله پدره گفتش اینجا چقدر شبیه محله‌ایه که من توش زندگی میکردم. بعد پسره گفتش آره محله‌ای که ما هم توش زندگی میکردیم اینطوریه. اینا رو یادتونه؟ جدی خوش کرد کم ریختم یکم بیشترش. اینا رو یادتونه که دارم میگم دیگه؟ این چی داره با حال میشه؟ حالا شما بهم بگین دیگه اون بابا، ولی تئوریاش اصلا یه جورایی ثابت شده که همچین چیزیه. چقدر شکر
حلوم شد. دیگه این که اون دختره چقدر کراش بود، من عاشق اون دختره شدم. یعنی واقعا اصلا خیلی خفم بود، لعنت بهش. آره دختره خیلی کراش بود، من خیلی دختره رو دوست داشتم. و اینکه یه سری مشکلات هم داشت فیلم، مثلا خیلی زایه بود که افراد رو خیلی بولد کرده بودن داخل فیلم، که مثلا معلوم بود قراره یکی از ایناها بود. دیگه از قسمت 4 به بعد قشنگ همه میدونستیم که بین، یعنی فینالیستا رو میدونستیم دیگه کیه. غیر این یه لحظه من چیزو بریزم، باورم نمیشه که دارم درست میکنم. جوش شیرینو من نمیدونم دقیقا چقدر باید ریخت، ولی یکم خودم نمیزم دیگه. داره میسوزه. چی باحال شد، پف کرده، میبینی؟ با چی پف میسوزه؟ سوخت که این همه تلاش کردم. ای بابا جزقاله شده. این همه تلاش. پس داشتم بهتون میگفتم دیگه، قضیه اینجوری بود که خیلی هم منظرم خیلی چیز عجیب بود. آره منظرم بعضی چیز خیلی عجیب بود، مثلا اینکه اون پلیس چرا انقدر راحت تونست بره وارد مثلا اونجاش. واقعا خیلی عجیبه دیگه، چجوری میتونست انقدر سریع. این چیه اینجا؟ ماشین، وقتی که اونجایی که پلیس رو اسکنش کردن تو ماشین، بعد فهمیدن که اون چیز نیست، اون آدمه که فهمید، ماشین خیلی داشت تونتون محکم محکم تکون میخورد. چجوری هیچ کس نفهمید؟ اینا خیلی عجیب بود. من که انقدر راحت پلیس رو واسه خودش میگشت اونجا و مثلا هیچ کسی چی نمیفهمید، اونش هم خیلی عجیب بود، نمیتونستن راحت گیرش بندازن، اونم عجیب بود. برای اینکه اون بابای اونا رو قبول دارم و چقدر دلم میخواد دختر زنده بمونه. یعنی من یه حسی بهم میگه دختر زنده است. همیشه وقتی یه پلیر میمرد میگفتن مثلا شماره 101 مرد، خب ولی دختره شماره 67 بود دیگه. اون صحنه که با تابوت اومدن ببرنش نگفتن که شماره 67 مرد، یادتونه؟ اعلام نکردن، همیشه اعلام میکردن وقتی یکی میمرد. پلیسه وقتی که اومده بود توی یه اتاقی پیدا کرده بود چیز میزارا، اگه یادتون باشه اونجا متوجه شده بود که فصلهای قبل چند نفر برنده شدن، کیا برنده شدن و اینا. توی دوره چیز شیشش اگه دقت میکردی، توی چیز تمرکز نمیتونم بکنم فکر میکنم با اون نمیتونم فکر کنم، دارم عصبی میشم. این چرا اینقدر استرس زای درست کردن؟ این دیده بود که قسمت اسم داداششو توی برند، یعنی برنده های فصل مثلا ششم این بازی، یکی از برنده ها داداشش بود اگه یادتون باشه که اسمش اونجا دیده بود. و اینکه اون پلیس هم نمرده، پلیس هم اگه یادتون باشه به اینجاش تیر خورده بود، یعنی داداشش به اونجا تیر زده بود. و اینکه نشون نداد صحنه ای که کامل مرد، اگه یادتون باشه کسایی که میمردن و کامل صحنه مرگش رو نشون میداد همشونو، ولی پیرمرده رو نشون نداد صحنه مرگش رو کامل، و آخرش هم دیدیم که زنده بود. جوش شیرینم یه کوچیلی میزنیم، ریخت کلش. آره شما نظرتون راجع به این چیزایی که همون با هم میشنیدیم چیه؟ به نظرتون این چیزایی که همون گفتم درسته؟ به نظر من همشون منطقی میاد. اون پسر نرفت آخر لحظه نرفتش، موهاش هم قرمز کرده بود، و اونی هم که جزء برنده های داداش اون پسر چیزه، جزء برنده های دفعه پیشش بود دیگه، که بد شده بود یکی از مثلا خفنای اونجا که بازی رو نگاه میکنن و دستور میدن و اینا. خب که مثل اونا که لباسشون قرمز بود، البته قرمز که نبود، اونا لباسشون سرخابی بود، ولی درکل میخواست که مثلا مثل اونا شه. یعنی چیزایی که تو ذهنه واسه فصل دوم، قرار اون پسر رو بچه به آمریکا هم نرفت برگشت، قرار اون پسر رو بین اوناها ببینیم، بین اون قرمزا یا مثلا یکی از دستندارکارای خفنشون ببینیم پسر رو.
سوزون سینیو. حالا اینو چجوری از این تو در بیاریم؟ دایرمون که خیلی خوب نشد، در کل تونستیم یه چیزایی از توش در بیاریم. از بعد از جادم خیلی حس بدی داد، مثلا اینکه نمیگم به روحیاتم نمیخوره، چون که به روحیاتم اسم کنم میخوره، اینکه همه رو میکشتن. وای ببین اصلا جذاب نیستا، مثلا اینکه اینجوری میکشتن این داستان اصلا خوب نیست، ولی خیلی باعث شده بود که این چیز من خیلی باعث شده بود که فیلم ترسناکتر و کولتر و دارکتر شه. همین قضیه کشتن مخصوصا اولین بازیش، سر اولین بازیش اصلا من همجور هنگ کردم، گفتم وات دا واقعا هنگ کردم، گفتم مگه میشه اینجوری مثل مور و ملخ آدم کشت؟ اصلا مگه داریم همچی چیزی؟ بعد خیلی تعجب میکردم که یعنی یه آدم به خاطر اینکه مثلا واسه خودش یه کاری کنه که خوش بگذره، اومده جون این همه آدم رو گرفته فقط واسه اینکه خودش خوش بگذره. What the. ولی در کل من فیلمشو خیلی دوست دارم. این داره میشکنه که خودم میخواستم بشکنمش. شکست. سوزن اومدم که چیکار سختیه. منو انگار مثلا تو بازی هم خیلی جدی گرفتم. دختر این تقصیر سینیه بود. بچه تو هنه سه بار کشتر دارم دارم اگه بازی بود بچه بود بخواه تقصیر سینیه هست من تنج چسبی. بازم خدایی خیلی خوب پیش رفت داشتم، خیلی خوب داشتم میرفتم، قبول دارین؟ این اگه سینی مشکل هرش مثل اونا اینجوری بود آماده بود برده بودم. خب بچه ها نظرتون راجع به این ویدیو چی بود؟ دوست داشتین؟ بازم دوست دارین اینجوری با همه چیزی رو درست کنیم، اینجوری بشینیم حرکتی انجام بدیم؟ حتما حتما داخل کامنت ها بهم بگین. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. نظرتون راجع به فیلمم بهم بگین، راجع به سریال البته تو کامنت ها که دوست داشتین یا نه. بوس بهتون، عاشقتونم. تا برنامه بعدی، خدا خدافظ.